گلاسیا سلام، امروز براتون یکی از چندشترین فیلم هایی که تو زندگیم دیدم آوردم. فیلم بایت به معنای نیش، محصول سال 2015، از اون اصلا فیلم هایی که پر از صحنه های حال به هم زن و وحشتناکه. نمره فیلم هم 4.9/10 هست. حواستون به اسپویل کامل و صحنه های حال به هم زن و خشنش هم باشه. با شروع فیلم دو دختر به اسمای کریستن و فلتی رو میبینیم که در حال سفر به کاستاریکا هستن تا نامزدی دوستشون کیسی رو جشن بگیرن. این سه تا دختر به هتلشون میرن و در حالی که دارن از هم فیلم میگیرن و شوخی میکنن، توی دستشویی با یه حشره بزرگ و عجیب روبرو میشن. با هر سختی هست پیکوشنش و خوشگذرانیشون شروع میشه. در ادامه سه تای شروع به مس کردن میکنن و کیسی از مادر نامزدش صحبت میکنه که چقدر داره توی زندگیشون اثر منفی میذاره. همینطور از علاقه زیاد نامزدش به بچه دار شدن و نفرت خودش به این قضیه میگه و هرچی مستر میشن کیسی بیشتر نسبت به ازدواجش مردد میشه و کریستن و فرلتی هم سعی میکنن تا یکم آروم بشه. هر جوری شده شبو به رقصیدن میگذرونن و دم صبح یکی از پسرایی که باهاش میرقصیدن نزدیکشون میشه و بهشون میگه یه آبشار خیلی خفن و مخفی نزدیک اینجاست که حتما باید تا اینجایید بهش سر بزنید. دخترم که کنجکاویشون گل میکنه براش آدرس میگیرن و خیلی زود خودشونو به اونجا میرسونن. فلرتی و کیسی میپرن داخل آب و کریستن در حالی که داره فیلم میگیره متوجه تخم حشره عجیبی میشه که دور تا دور دریاچه پر شده و حالت شیشه ای مانند داره. فلرتی سر صحبت دوباره با کیسی باز میکنه و بهش میگه باید راجع به نفرتت از بچه دار شدن با نامزدت صحبت بکنی تا این قضیه حل بشه. کیسی سعی میکنه بحثو بپیچونه که یه دفعه داد میزنه و یه چیزی پاشو نیش میزنه. فلرتی هم حرفشو به شوخی میگیره و یه دفعه با یه سری ادا اصول مسخره به بقیه ترس غرق شدن خودشون میده که آخرش هم با خنده از آب میاد بیرون. اما کیسی با نشون دادن رد چند تا نیش معمولی روی پاش حرفشو به دوستاش ثابت میکنه. بالاخره سفر تموم میشه و سه تا رفیق به شهرشون برمیگردن. همین که کیسی به خونه میرسه نامزدش منتظرش و بهش صندلی بچه‌ای رو نشون میده که از خونه پدر و مادرش آورده. کیسی هم که هنوز راجع به مخالفتش با بچه دار شدن صحبتی نکرده نگران میشه و لبخند الکی میزنه. بعد از اینکه نامزدش از خونه میره بیرون کیسی به طبقه بالا میره که مادر شوهرش زندگی میکنه. این پیرزن صاحب خونه کیسی هم محسوب میشه و کلا رابطه خوبی با هم ندارن. مادر شوهرش شروع به تیکه انداختن به کیسی میکنه و میگه تو اصلا ویژگیهای زن خوبو نداری و آخرام کیسی با ناراحتی با آپارتمانش برمیگرده. یه زنگ هم به دوستش فلرتی میزنه و با استرس خیلی زیاد میگه تو کاستاریکا که بودیم حلقه نامزدیمو گم کردم. بعدم شروع به باز کردن چمدونش میکنه و وسط عکسایی که توی مسیرشون گرفتن یکی از پسرای غریبه رو میبینه که در حال بوسیدن لب خودشه. همین کنجکاوش میکنه با باز کردن دوربین فیلمای موقع مسیرشو میبینه. این پسر خیلی بهش نزدیک شده و مدام در حال رقصیدن با بوسیدن همدیگر. حداقل خیالش راحته که با همدیگه رابطه جنسی نداشتن. کیسی که خیلی از این کار خودش به هم ریخته حاضر میشه و سعی میکنه با بردن سگ همسایه‌اش به پیاده روی یکم حواس خودش رو پرت کنه. وقتی به خونه برمیگردن هم سریع به دوستش زنگ میزنه و شروع به گریه میکنه. میگه الا بلا واسه ازدواج مادر شدن من زود و پشیمونم که نامزد کردم. به هر حال چند روز دیگه میذره و کیسی از پشت در صدای بحث نامزدش با مادرش رو یه دفعه میشنوه. زن خرفت میگه کیسی بهت خیانت کرده، اصلا دوستت نداره، در حالی که نامزد خودش ازش طرفداری میکنه و بعد دوام مادرش به خونه برمیگرده. کیسی هم که دیگه از وجدان امونشو بریده تصمیم میگیره سر میز شام پشیمونی خودش از نامزدی رو اعلام کنه. اما یه دفعه دلدرد و حالت تهوع عجیب میگیره و به دستشویی میره. صحنه های حال به هم زن فیلم شروع میشن و کیسی موقع بالا آوردن یه ماده عجیب و چسبناک از بدنش بیرون میاد و حالش یکم بهتر میشه. دیگه همون حرفو با نامزدش نمیزنه و به جاش تصمیم میگیرن سکس کنن. اما یه دفعه از محل نیش حشره روی پای کیسی همون مایه عجیب بیرون میزنه و سری میره دستشویی و نامزدش هم از خونه بیرون میکنه چون خجالت کشیده. صبح روز بعد فلرتی میاد تا به کیسی سر بزنه و تازه میفهمه هنوز رابطش با نامزدشو به هم نزده. کیسی هم ظاهرش خیلی به هم ریخته است و میگه از وقتی برگشتیم حال جسمیم داغون شده و همش دارم بالا میارم. بعدم میره پای لپتاپش تا بقیه فیلمای سفرشو ببینه، بلکه حلقه نامزدیش پیدا بشه. این یکی فیلم برای صبح بعد مسیشونه. کیسی توی هنگوور بعد مسی و هیچی از شب قبل یادش نیست. فقط میگه صبح که چشمامو باز کردم دیدم لوح کنار دریا افتادم. اون حتی نمیدونه به نامزد خیانت کرده یا نه، فقط متوجه میشه حلقه نامزدیش توی این فیلم گم شده و بعدم با عصبانیت به فلرتی میگه انقدر فیلم نگیر و دوربین قطع میشه. کیسی از اینکه هنوز نفهمیده چه بلایی داره سرش میاد و حلقش کجاست بیشتر به هم میریزه. حالا تعوش بیشتر شده، نه تنها میلی به غذا خوردن نداره، بلکه رد نیش روی پاش هم خیلی بزرگتر و عجیب تر شده. برای پرت کردن حواس خودش میره تا دوباره سگ همسایه رو بگردونه، اما این دفعه سگ که انگاری خیلی ازش ترسیده حاضر نمیشه باهاش بیاد بیرون. چند روز دیگه هم میذره و کیسی این بار جلوی آینه متوجه برجستگی روی شکمش و خروج ماده عجیب دیگه و وحشتناکی از نافش میشه. رد نیش روی پاش هم انگار عفونت کرده و برجستگی شکمش باعث میشه که برای اطمینان یه تست حاملگی بره بده. تستی که از قضا مثبت در میاد. سری به دکترش زنگ میزنه و راجع به نیش حشره صحبت میکنه که دکترم براش سری دارو مینویسه و میگه تست حاملگی احتمالاً برای همونه. داروها رو میگیره و میاد خونه. حال جسمش از قبل بدتر میشه و تب شدیدی هم داره. برای همین دراز میکشه و یه دفعه خوابش میبره. کابوس عجیبی میبینه که نامزدش و دوستاش براش جشن حاملگی گرفت.
زد. وسط جشن یه رفه مثل یه حشره کلی تخم ازش میریزه بیرون و مهمونا شروع به لگد کردنشون میکنن. کیسی هم که توی خواب یه حس مادرانه نسبت به این تخم داره، با التماس سعی میکنه جلوشون رو بگیره تا از خواب میپره و در کمال تعجب میبینه توی وان حموم خونهشون بیهوش افتاده. صدای کوبیده شدن در میاره، میفهمه مادر شوهرش با عصبانیت پشت در وایساده و خیلی وقت میخواد بیاد تو. کیسی سعی میکنه یکم لباسا و خونه رو مرتب کنه که بازم توی یه شوک دیگه میره. متوجه میشه همه جای خونه پر از تخم حشره شده. همه جای بدنش زخمای جدید شکل گرفته و صورتش انگار داره پوست جدید میندازه. مادر شوهرش دیگه طاقتش تموم میشه و به زور میاد توی خونه. با دیدن تست حاملگی کیسی روی میز شروع به داد و بیداد میکنه و میگه تو یه آدم هرزه که به سر من خیانت کردی و حالا از یه غریبه حامله شدی. این دعوا ادامه داره تا یه جا که کیسی دیگه رد میده و یه دفعه میاد جلو. در کمال ناباوری میاد جلو و یه مایع وحشتناکی رو روی صورت مادر شوهرش میریزه. مایعی که یه اسید خیلی قوی و درجا باعث سوختن صورت پیرزن و در آخر مردنش میشه. رفتارهای کیسی کلن دیگه شبیه آدم ها نیست و با یه سری حرکت عجیب و غریب بدن بیجون پیرزن رو میبره توی حموم خونه. چند روز دیگه هم میگذره و حالا نامزد کیسی که خیلی نگران حالش شده چون چند وقت هیچ خبری ازش نداره به دم خونش میاد. اینجا بعد چند روز داریم کیسی رو میبینیم، دختری که همه چیش حتی مردمه که چشمش عوض شده و موهاش همه جا داره میریزه. قسمت های مختلف خونه چیزی مثل تارنکبوت گذاشته و وقتی نامزدش چند بار صداش میکنه، کیسی با عصبانیت میگه نه تو، چون یه مدت میخوام ازت دور باشم. در آخرم پسر از اونجا میره و نمیفهمه چه بلایی سر کیسی اومده. کریستن رو میبینیم که اونم خیلی نگران کیسی شده و میره پیش فلری تا ازش آمار بگیره. اما فلری که یه دختر عوضیه کلا هیچ اهمیتی نمیده و میگه مطمئنا حالش خوبه. کریستن میگه کیسی خیلی نگران اتفاقایی که توی کاستریکا افتاد، اما فلری بازم میگه کیسی خودش انتخاب کرد که اونجا به نامزدش خیانت کنه و این تقصیر ما نیست. کریستن بازم از نگرانیش کم نمیشه و تصمیم میگیره بره به خونه کیسی. اینجاست که با خونه وحشتناک و چیزای عجیبی که توشه روبرو میشه. با وحشت میره توی حموم جنازه مادر شوهر کیسی رو پیدا میکنه. قبل از اینکه بتونه فرار کنه، دختر حشره‌ای ما جلوشو میگیره و کریستن شروع به جیغ و داد میکنه. کیسی یه رفعه دستشو میذاره جلوی دهنش، اما بیخبر از اسید عجیبی که توی تنش داره ترشح میشه، اتفاقی دوست صمیمی خودشو به قتل برسونه، اونم به یه شکل خیلی وحشتناک. سکانس بعدی فلریت رو میبینین که با نامزد کیسی توی ماشینش قرار گذاشته، ماشینی که دقیقاً جلوی خونه کیسی پارک شده. فلریتی از دوربین شخصی خودش یه سری فیلم به پسر نشون میده که کیسی نداشت. فیلمایی که شامل لحظه خیانت کیسی توی کاستاریکا هستن، انگار همه چیز نقشه این دختر آشغال بوده تا بتونه به این پسر برسه. بعدم از این فرصت و خشمش استفاده میکنه تا با بوسیدن مرد یه رابطه جنسی توی ماشین بینشون شکل میگیره. این در حالی که کیسی به خاطر تغییرات عجیبش شنوایی فوق العاده قوی پیدا کرده و متوجه این اتفاق ناراحت کننده میشه. دو تا از مهمترین آدمای زندگیش دارن بهش خیانت میکنن و اون همه چیزو به وضوح میشنوه. بعد این خیانت پسر سری به خونه خودش میره. فلریتی که از وجدان حرفه تصمیم میگیره بره آپارتمان کیسی تا بهش سر بزنه. اینجاست که فلریتی هم با آپارتمان کیسی که از قبل هم وحشتناک‌تر شده مواجه میشه. همه تارهای عجیب خونه پر از تخم حشره شدن و بدن کریستن وسط یکیشون گیر افتاده. فلریتی از وحشت داد میزنه و کیسی از پشت میاد نزدیکتر. حالا یه چیز شبیه به دم از کمرش زده بیرون و با استفاده ازش فلریتی رو بیهوش میکنه. وقتی دختر چشماش باز میشن میبینه توسط تارها به یه صندلی بسته شده. کیسی لپتاپ رو جلوش روشن میکنه و بقیه فیلمایی که فلریتی توی دوربینش داشت رو به نمایش میذاره. اینجا معلوم میشه کیسی به شدت مست بود و پسری که کنارشه با سوء استفاده از این مستی دختر به یه جای دیگه میکشونه و به زور باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه. در حالی که کیسی از دوستاش کمک میخواد و فلریتی فقط تصمیم میگیره از این اتفاق فیلم بگیره چون عاشق نامزد کیسی و میخواد اینطوری اون پسر رو برای خودش بکنه. بعد تموم شدن فیلم کیسی فلریتی رو مجبور میکنه با همه قدرتش شیغ و داد کنه تا نامزدش طبقه بالا میشینه صداشو بشنوه و بیاد کمک. همین که به سر میاد داخل، دختر با چنگک عجیبی که در آورده لای گردن فلریتی رو میزنه و جونشو به شکل خال به هم زن جلوی اون پسر میگیره. بعدم از پشت به نامزدش حمله میکنه و پسر موفق میشه هر جوری که هست به کیسی غلبه کنه. کیسی یه دفعه میگه معذرت میخوام، غلط کردم. با یکم صحبت نامزدش تصمیم میگیره ولش کنه تا این موقع بهش آسیبی نرسه. اما کیسی که بیشتر از اینا وحشی شده با دومی که داره پهلوی مرد سوراخ میکنه. بازم پسر کنده میاره. تو لحظه آخر دعوا یه چاقو به سینه کیسی میزنه و اونو میکشه. آخرش هم با لگد کردن جمجمه دختر که مثل حشره ها نرم شده کلش کلا میترکونه و برای همیشه کارشو تموم میکنه. مرد سریع از خونه میاد بیرون و برای تماس با پلیس تو آپارتمان خودش از حال میره. میریم به یک هفته بعد. نیروهای امنیتی آپارتمانو کاملا قرنطینه کردن. تو آپارتمان کیسی همه جنازه‌ها به شکل پوسیده‌ای پیدا میشن. بعد میرن خونه نامزدش. اونجا مردم میبینن که جسم نیمه جون داره و همه خونه پر از همون تارها و اسیدها شده. نیروها نزدیک پسر میشن و همه که چشمش باز میکنه، یه دفعه شکمش کلا منفجر میشه و کلی حشره عجیب ازش پرواز میکنن و خودش هم میمیره. به عنوان سکانس آخر فیلم، دو تا دختر دیگر میبینن که در حال ورزشن و تصمیم دارن هفته بعد برن کاستاریکا. همین لحظه حشره رو پای یکیشون میشینه و نیشش میزنه که میفهمه این بیماری وحشتناک و این حشره ها تو کل شهر پخش شدن. فیلم بایت
چندشه، خیلی خیلی چندشه. اینم میخواد بگه که اگه به یه دختر خیانت کنی همه جات پاره میشه، مخصوصا اگه اون دختر یه قدرت عجیب پیدا کرده باشه و بتونه صدای همه چیز رو از چند کیلومتری بشنوه. خلاصه که حواستون باشه یه موقع تو آبشاره کاستاریکا شنا نکنید، یا اگه کردید برنگردید تهران که ما رو هم به قهقرا نبرید. همین دیگه، مراقب خودتونم باشید. شبتون هم گلاسی.